چپ و کمونیست تو همین شهر کل نشون از اون میداد که همه این خلل رو احساس کردیم و همه فکر میکنیم که باید چپ رو توی جامعه ایران قوی کرد. باید این چپ در مقابل راست قد علم بکنه و این چپ بتونه آلترناتیو کارگری کمونیستی رو نشون بده. اون تصویرهایی که از سوسیالیسم میدن که حتی گاهن احزاب کمونیستی کارگری برمیگردن میگن که سوسیالیسم آدم مردم ایران رو رم میده، جنبش کارگری رو رم میده. بنابراین بگیم جمهوری انسانی، حکومت انسانی، بگیم چه میدونم دنیای انسانی، و در واقع مخدوش کردن اون پرچمی هستش که منصور حکمت اون موقع گفت من مارکسیسم و از زیر آوار در آوردم و ما بر این معتقدیم مارکسیسم تو اون دوره به خصوص که دوره جنگ سرد بود و همه قطنماشون رو میگفتن بلوک شرق هستش، اون کمونیسته آورد از زیر خاک خاکاش رو کنار زد و گفت این کمونیسم، این سوسیالیسمیه که مد نظر ما هست، ساختار اقتصادی که اونجا بودش یک ساختار اقتصادی در واقع بورژوازی هستش، استثمار اونجا بوده و نمیتونی این قطنماد باشه. تو همون دوران منصور حکمت این پرچم رو برافراشت و من خیلی خوشحالم از اینکه بخش زیادی از کادرهای جنبش کمونیسم کارگری و در عین حال کسایی که از نزدیک در کنار منصور حکمت بودن امروز میگن که ما پرچم منصور حکمت رو بلند کردیم و آلترناتیو ما سوسیالیسم هستش، آلترناتیو ما انقلاب کارگری هستش، سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی هستش. با هیچ به قول معروف میگن گرایشی حاضر به سازش و کنار اومدن نبوده، تونسته که دنیا برای یک دنیای بهتر که برنامه حزب این رو نمایندگی بکنه، تونسته این حزب، به نظر ما این حزب تونسته تو جنبش کارگری نقش زیادی رو ایفا بکنه. اگه امروز ما داریم از یه سری از مراکز صحبت میکنیم که میگیم مجامع عمومیشون مرتب برگزار میشه، میگیم شوراهاشون تشکیل میشه، میگیم که تابلوهاشون رو گذاشتن و رسما اعلام میکنن کی جمع میشیم، سر چه موضوعی صحبت میکنیم، به یمن این حزب و این سیاست ها بوده که تونسته این کار رو بکنه. آیا این کافیه برای ما؟ آیا میتونه این پاسخی باشه که در واقع اگه فردا در ایران تقی به توقی خورد ما پیروز بشیم؟ پیروزی ما در گروه چیه؟ کدوم مؤلفه های دیگه باید در کنار اینها باشه که ما بتونیم اون روزنه‌ای که منصور حکمت میگه و من فکر میکنم در خلأ وجود منصور حکمت فیزیکیش شانس پیروزیمون اونقدر نیستش، من شخصا فکر میکنم اونقدر نیستش که موقعی که منصور حکمت بود باشه، این شانس کمتر شده. ولی چطور میتونیم این شانس رو بیشتر بکنیم و بتونیم اون آلترناتیوی باشیم که بعد از جمهوری اسلامی مردم ما رو انتخاب بکنن؟ چه گام هایی باید برداریم و در مقابل اپوزیسیون راستی که میلیاردها پول بهش میدن؟ من فکر میکنم شاید بخش زیادی از خود ماها با سنت های راست، با احزاب ناسیونالیست، با احزاب قوم پرست آشنایی داریم. چطوری اینا رو ساپورت میکنن؟ چطوری واقعا بهشون هزینه میدن که بتونن در این مرعوب کردن مبارزاتی که جاری توی جامعه بخواد بگه من در واقع میتونم حاکمیت بعد از جمهوری اسلامی رو بگیرم؟ نمونهش رو همین ائتلاف احزاب ناسیونالیست
اخیرا مهتدی و هجری نگاه بکنیم، ببینیم که اینها اون تقدیری که دارن چکم پوشان یا نیروهای ضد کمین نیروهای آمریکایی قرار بشن. قرار اینا اون نیرویی بشن. چطور یک یتی توی عراق به کارگران سیمان شلیک کرد؟ اینها به کارگران نساجی و آلومین و کارگران کنسرو توی سنندج و توی مهابات و توی شهرهای دیگه شلیک بکنن؟ اگه اومدن و خواهان این شدن که دنیای زندگی بهتری رو میخوان، اینها میخوان اون نقش ژاندارم توی کردستان رو بازی کنن، همون جور که نیروهای ناسیونالیست ترک بخوان این نقش رو ایفا بکنن. خیلی تلاش دارن که فدرالیسم رو که در واقع ناسیونالیسم رو براش هم هزینه میکنن قوی بکنن و در مقابل جامعه قرار بدن. حکومتی که نگاه میکنیم توی افغانستان چقدر مردم تو سرنوشت خودشون تأثیر داشتن؟ تأثیر نداشتن. من یادم حتما رفیقای رفیق صالح، رفیق جلال خوب یادشه وقتی که کنفرانس بن بود برای افغانستان، ما رفتیم و یه سری از مردم افغانستان هم اومده بودن و میگفتن اینا نماینده ما نیستن، ولی تحمیل کردن. همین الان اون چیزی که بهار عربی بهش میگن، چطوری دول غرب تلاش کرد که مبارزات مردمی که به خیابون اومدن و این حکومت‌های دیکتاتوری رو به زیر کشیدن، تلاش کردن که این حکومت‌ها رو دوباره یه مهره‌هایی رو بردارن، همونو تو حاکمیت بذارن که مردم دوباره همون مردمی باشن که کماکان آزادی نداره، که کماکان استثمار میشه، تغییری توی زندگیش به وجود نیومد. اون مردم یه چیزی رو فهمیدن که متشکل بودن، متحد بودن، اتحاد داشتن قدرتشونه و میتونن حکومت‌های دیکتاتوری رو سرنگون بکنن. ولی دول غرب از ابزارهای دیگه استفاده کرد. ما تجربه یه انقلاب رو داریم که مردم توش نقش داشتن، یه قیام رو داریم توش نقش داشتن و همین تجربه رو دارم که چطور غرب اومد و جمهوری اسلامی رو تحمیل کرد به مردم، مردمی که چپ توی خیابون بودن. من همین الان داشتم با یه رفیق پایی صحبت میکردم، میگفت 90% مردم مذهبی هست. من میگم اون جامعه مذهبی نیسته، اون جامعه هر روز مذهب رو به مساق میطلبه. و اگه این فضا رو بذاریم اینجوری، غرب مسئله مذهب رو پیش میکشه، مسئله ملیت رو پیش میکشه، مسئله اینکه کمونیست ها، سوسیالیست ها میخواد بلوک شرق رو به من نشون بده و من میتونم چه تأثیری داشته باشم تو عوض کردن این پروسه، تو عوض کردن این تصویرها. ما تونستیم تصویرها رو عوض بکنیم تا حدودی، منتها این کافی نیست. تو این دوره نیاز داره به کار بیشتر، به فعالیت بیشتر و اتفاقا همونجور که میگم اون قطب چپ رو قوی تر کردن. ما چطور میتونیم این قطب چپ رو قوی بکنیم توی جامعه ایران و آلترناتیو خودمون رو نشون بدیم؟ مردم بدونن چهره های این چپ کیا هستن، دارن چی میگن، بحثشون چیه. اتفاقا گرایش راست خیلی تلاش میکنن، مگه چپا رو نمیبینی؟ همینا که دست رو انشعاب کردن. در صورتی که انشعاب چیز نیستش مال فقط چپا باشه، مال راست هم هستش. انشعاب خودش رو نمیبینه. توی احزاب همینجا ببینید، میبینید که توشون انشعاب هست. همین الان توی سوسیال دموکرات ها بحثایی هستش که به اصطلاح جدا بشن، یا قبلش یه بخشی بودن لاکونتینینا، اینا جدا شدن. ولی به خاطر اینکه
ما رو معروف بکنن، تو چشممون میکنن که شما همیشه پراکنده هستید، شما همیشه جدا میشید. اگه میخواید نقد بکنید یه گرایش دیگر رو، فکر میکنن که خب کار بدی کردی، داری میخواید جدا بشید. و من میگم خیلی خوشحالم که اتفاقا کمونیسم کارگری سنتی رو پایه‌گذاری کرده که همه گرایشات رو نقد میکنه. توی همین جنبش کمونیستی که میگی، من فکر میکنم گرایشات زیاد هستش و اگه ما نقد نکنیم، مدیون جامعه‌ای هستیم که چشم انتظار ماست. اون مردمی که من با برنامه یه دنیا بهتر میرم، میگم میخوام دنیا رو تغییر بدم، توی ایران حکومت سوسیالیستی باشه، آزادی باشه، رفاه باشه، برابری باشه، با اونی که میره میگه حقوق بشر، حقوق بشر رو میکنه پلتفرم افقی که در مقابل جامعه قرار میده. حقوق بشری که خود ما میدونیم تاریخ چش چی هستش. یا یه بخش دیگه محفل کوروشینا که تمام اون اعتراضات اون مردمی که به خیابون اومدن علیه جمهوری اسلامی اعلام میکنن، میگن که این مبارزات در واقع به کیسه آقای خود جمهوری اسلامی بریزن. این تفاوت‌های ما هست و من فکر میکنم تو این دوره‌ای که دول غرب میخواد خیلی ها رو در مقابل، یعنی نورافکن روشون میندازه و میخواد اینها رو اون چهره بکنه، چهره اعتراضات مردمی، اعتراضات کارگری، ما در این افشاشون آلترناتیو خودمون که آلترناتیو سوسیالیستی هستش و سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی به جامعه معرفی میکنیم. مرسی.